یان مکری شارژ دافر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید اگر طالبان خواستار پذیرش از سوی جامعه جهانی اند باید به دیدگاه مردم افغانستان گوش دهند و به آن احترام داشته باشند. با گذشت نزدیک به یک سال از روی کار آمدن حکومت طالبان، هیچ کشور تا حال آن گروه را به رسمیت نشناخته است. همچنان انتظار می رود که ماموریت ایان مکری در جریان این هفته پایان یابد و کرین دکر، یک تن از دیپلماتان سابقه دار آمریکایی، مسئولیت شارژ دافر فعلی را عهده‌دار شود. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سعید عزیز الرحمن دنبال کرده و مکنون از مقابل قصر سفید در برنامه با ماست. عزیز جان سلام، صبحتان بخیر. آی سخنان ایان مکری، بیانگر انعطاف پذیری واشنگتن در قبال به رسمیت شناختن حکومت طالبان است؟ ممنون آقای احمدی. تا کنون هر مقام امریکایی که با صدای امریکا در این زمینه صحبت کرده گفتند که هیچ کشور تا حال حاکمیت طالبان را مشروعیت نداده و افزوده اند که هنوز قبل از وقت است که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود. البته جامعه جهانی به شمول ایالات متحده بارها این را گفتند که اگر طالبان خواستار ازی هستند که حکومتشان به رسمیت شناخته شود، پس باید حقوق بشر را به شمول حقوق زنان و اقلیت ها را در افغانستان رعایت کنند و یک حکومت همه شمول را در آن کشور تشکیل بدهند. البته امروز ایان مکری شارژ دافر ایالات متحده برای افغانستان نیز در یک سلسله از توییت های خود نگاشته است که اگر طالبان امیدوار پذیرش از سوی جامعه بین المللی اند، آنها باید به نظریات تمام مردم افغانستان گوش فرا داده، به آن احترام قائل شوند و حقوق بشر را رعایت کنند. بنابراین به نظر می رسد که اظهارات آقای مکری تکرار موقف قبلی جامعه جهانی و ایالات متحده می باشد. لیکن باید بگویم که طالبان نیز همواره گفتند که حکومت آنان یک حکومت همه شمول بوده و افزوده اند که حقوق بشری را در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام رعایت می کنند. در این حال شارژ دافر جدید ایالات متحده هم بر افغانستان معرفی شده است. جانشین تازه کی است و تا چی حد با افغانستان و مردم کشور آشناست؟ احمدی صاحب کرین دکر نام داره و اینا در یک دیپلمات سابقه کار امریکایی است که در حال حاضر مسئول روند تخلیه و اسکان مجدد افغان هاست، ولی قبل از این از سال 2018 تا سال 2020 به عنوان معاون سفیر ایالات متحده در افغانستان ایفای وظیفه کرده و قبل از او هم به عنوان نماینده ارشد ملکی ایالات متحده در زون شرق افغانستان کار کرده است و در ولایت های غزنی و کندهار نیز تجربه کار را دارد. کرین در رشته حل منازعات و مدیریت بحران تخصص داره و علاوه بر افغانستان در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان دیپلمات امریکایی ماموریت های مختلف را انجام داده است. آقای احمدی با سپاس از شما آقای عزیز، از این که مشروع بیشتر را در مورد انتصاب یا مقرری شارژ دافر جدید امریکا بیان داشتین، سپاس از شما.